اما اونجا هیچ امتیازی نیست. امتیاز همیست که ما میخواییم بنده خدا بشیم و میخواییم از خدا قدرت بخواییم و میخواییم به خدا زندگی کنیم و به هیچ موجودی کرنش نکنیم و از هیچ چیزی نترسیم، از فقر نترسیم، از گرسنگی نترسیم، از سیاهی و تاریکی نترسیم، از زور قدرتمندان نترسیم، از یک خدای واحد و لا شریک. چرا ما دیگه چیزی نداریم؟ خود خلق کردیم. از اون چیزایی که میترسیدیم از ما کس نگیره. این کلار از ما کس نگیره. این لباس از ما کس نگیره. این نشان ریاست جمهوری ره. از ما کس نگیره. اینا گرفته میشه خود به خود. ما خود به دست خود خود خلق سلام میکنیم. باید به دست خود چنین کاری کرده میشه. اینها بود آداب. لبیک میگیم. وقتی که لبیک میگیم و خود تسلیم به خدای واحد و لا شریک میگیم، خود تسلیم به خدا میکنیم، تسلیم به قدرت بیچون و بیچرای او میکنیم. احرام تمام شد، وارد کعبه میشیم. وقتی وارد کعبه شدیم، عظمت و قدرت و بالاخره شکوه و جلال و نوری که از این خانه ساطی میشه باید ما را متوجه ساخته باشه. ما نباید فکر کنیم که وارد یک خانه عادی شدیم. نباید فکر کنیم وارد یک مسجد عادی شدیم. حتی نباید فکر کنیم ما وارد یک جای شدیم خلاص دیگه. وسطش یک خانه مکعب است، یعنی چهار زلی است خلاص. بلکه طوری که من عرض کردم قبلا، ای اولین خانه نیایش و اولین پرستشگاه است، مبارک است و مایه هدایت و مقام ابراهیم. اینها را باید در روان خود سیر کنیم، در نفس خود. بعد از شما وارد میشیم به چی؟ به طواف. طواف چیز؟ طواف یعنی با همه هستی دور زدن به نقطه‌ای که خدا دستور داده. در اونجا میدانیم چی وجود به وجود میآید. در اونجا دیگه فرد از بین میره. شما از بالا نگاه کنیم هیچ آدمی رو نمیبینیم، فقط جمع میبینیم. آیا شده شما یک وقتی دیده باشیم که آدمی رو دیده باشیم در وقت تمام؟ ابدا. چون که فرد نمیبینیم. شما نشانه ها رو از خود دور کردیم. شما جمع شدیم، یک آدم بودیم. حالا در اینجاست که امت به معنای واقعی خودش تمثیل میشه. سیلی از انسان به دوره خانه عاشق وار میپیچن و تکبیر میگن و دعا میگن و درود میگن و خود به خدا واگذار. نمیدانن پلویشان مرد یا زن، رئیس جمهور است یا آدمی عادی یا کارگری عادی، دکتر است یا انجینیر است یا فیلسوف یا شاعر یا فلان یا بیمدان یا مغازه‌دار یا بالاخره تکسیدار. اصلا اون نمیفهم یا چی هستم. شما باور کنیم ما که بیش از این به 20 چند سال رفته بودم، خیلی بیخبر از این مسائل و فردی عادی بودم. یعنی یقین به شما قلبا وجدانا میگم که اگر ما به یاد داشته باشم که من یک خانم بر بنی دوران حج دیده باشم، چی در منا، چی در مزدلفه و چی در عرفات و حتی چی در طواف، شما اگر متوجه شده باشین بیرون از وقت حج برای خانوما یک جای جداگانه است برای نماز خوندن، اما در دوران حج نه، همه با هم. چون اونجا حاجی عرض کردم که این منازل را طی کرده، با طی منازل آمده. پس طواف چی بود؟ طواف با تمام هستی دور خوردن، فکر کردن که کل ذرات هستی با من در حال طواف، در حال تسلیم. و آیات و البته دعاهای خاصی است که اونها گفته میشه. بعد از طواف چیست؟ سعی است. سعی، تلاش. در قرآن کریم یک وقتی بود قرآن میگفت مسلمان ها رو اینا ایدالیست هستن. البته من باید براتون یادآوری کنم که
اسلام و دین در هیچ یک از این اصطلاحات تنگ و توته و کوتاه و بی اندام غربی وارد نمیتونه شده. اصلا و اصلا از ده اکس لارج هم بالاتر به قول معروف. اما در این قرآن میفهمید سوره ها به نام چی؟ سوره به نام گو، سوره گو، سوره حیوانات، سوره زنبور عسل، سوره مورچه، سوره انسان. بعد به نام فرشته و ملک و امثال اینا می بود یا به نام روحیات می بود، چیزهای عجیب و غریبی که کس نمی فهمید. سر عدی سوره به نام گم، سوره بقره، سر عدی سوره به نام مورچه. اینجا اسمش سعی است. عرض کردم احرام، بعد آداب احرام، تواف. تواف که شما همیشه ببینیم، موقعی که شما میبینیم تواف میکنن، شما فرد نمیبینیم، همه را جمع میبینیم. چرا شما اول منها را دور کردیم؟ شما اول وقتی که آمدیم دو پارچه ای بینامنشان بسته کردیم، ما شدیم دیگر، دیگر من نیستیم. عملا میبینیم که من نیستیم. وقتی وارد تواف میشیم میبینیم که بله، دیگر اونجا فرد اونجا دیدن نمیشه، فردی به چشم نمیآید. حالا بگذارین از این که ما ببینیم پادشاهی در اونجا هست، رئیس جمهوری هست، سیاست مداره، رهبره، پولداره، بسیار بزرگ، سرمایه داره، بسیار بزرگی، مختره. حتی من بابا مثال یکی از قهرمانان ورزش یا مثلا فلان یا ابدا هیچ این نامونشان که بالکل حتی فردا دیر نمیبینیم. ببینیم جمع است که دارم بعدن به سعی میاییم. سعی اونجا چیست؟ سعی است که زنی هزاران سال قبل به خاطر فرزندش از دو تپه که اسم یکیش صفاس و دیگرش مروه، فرزند دلبندش و کوچکش در تب و تاب گرمی و تفتیده، فضای تفتیده و بی آبی میتپیده و این به خاطر پیدا کردن آب از این تپه به این تپه. شما فکر میکنیم که حضرت ابراهیم وقتی خانواده شبه حکم خدا آورد اینجا گذار، خب این طبعاً از نگاه عقلی یک مقدار سنگین است، آدم قبول کرده نمیتونه یک آدم زن و بچهش بیاره در یک بیابانه برود ولمی از ری که نام و نشانی از انسانیت و از آدمیت در اونجی ظاهراً به چشم نمیخواد، نه خیمه ایست و نه خرگاه ایست و نه شهر ایست و نه دیز. چطور بگذار؟ همون لذت وقتی میاید از صفا به مروه و از مروه به صفا میآید، میبینی که از زیر پای اسماعیل آب بیرون آمد و در فضا پرنده ها به خاطر دیدن آب بال میزنن و قبایل همون لحظه میرسن خرگاه میزنن. هنوز شب شب ناشده، اما میدانیم که هزاران سال است که میلیون ها و میلیارد ها و حتی بگیم به صدها میلیارد و میلیون انسان جای پای بانوی بزرگه تایی میکنن با افتخار. همه ما با هم تلاش میکنیم در اینجا. حج توحید کامل است. عرض کردم از ابتدا توحید است تا اینجا. طواف توحید است. احرام توحید است. تلبیه توحید است. در این سعی توحید کامل است. همه ما با هم میریم. ولی ما موظفیم که همین همدلی و توحید در بیرون از مراسم حج هم تمثیل کنیم. چرا ما در بیرون با هم نمیریم؟ در یک مسیر حرکت نمیکنیم دنیای اسلام. ما امروز 57 پرچم داریم به نشان. حالا به هر حال امیده که یک روزی همه ما یکی بشه. حتی در داخل کشورهای خود تقسیم به قوم هستیم. مسجدها رو تقسیم میکنیم. این از همون دردناکتر و واقعا سوزناکتر و علمناکتر. این مسجد از فلان بیاسی فلان سی فلان بیاسی. و من دخله و کان آمین، هرکس به این مسجد وارد شد در امن و امان کان. بعد از سعی که تلاش میشه و کوشش و تلاش است، البته عدیه و ورد و اوراد خاص داره خوانده میشه حاجی، البته حاجی مراحل طی کرده، منازل و مشاهدی که من گفتم در هر منزل باید یک شکوفایی عرفانی و اخلاقی و ارشادی و تربیتی در حاجی ایجاد شده باشه. حاجی خودش باید ارزیابی کنه، حج گذار باید ببینه که آیات قیراط آمده یا نیامده. بعدن بیرون وقتی که برآمد چیزی به نام حلق داره،
یک نوع بسیاری ماها در هر دوره‌ای از زندگی مشغول سر و موی و رنگ موی و مثلا عرض کنم حرکات موی و جهت موی و بالاخره درست کردن سر و سلولی های لکس و بالاخره اینها هستن. طبعا یک حرف دار دیگه، چرا ما حتی بعد از مثلا کلاهای لکس و کلاه رو کج بذار بالا بذار پایین بذار هر سالی چرا خوب اینو طبعا اینو خوب این چی نیست یا خوب بیهوده نیست یا خواهر کدوم یک حرف دار از خوب اینا خواهر کدوم یک شن دار از خوب اینا خواهر کدوم یک عزت و بالاخره یک توقع داره مکی کلاه رو اینطور گذاشتم خود توقع از شما دارم که شما بفهمید که اونجا میگه تو این مویی که هست این تراش میگه آخرین نقطه هایی که تو را از خدای دور میکنه و به نفس نزدیک میکنه آخرین سنگرهای نفس را از دست میگیره تا خالص بشی بدن متوجه شی تو یا خود چیزی نبود ما خود خیلی چیزای بزرگ به دست آورده بعد ایام وقوف توقف البته این به معنی استادن نیست به معنی تأمل کردنه درن کردنه درستی میاییم به مشعر میاییم به منای شریف و بعدم به عرفات میاییم عرفات به معنی آگاهی و توقف و درنگ و تأمل درستی است و فرو رفتن در عمق وجدان و نفس خود و محاسبه کردن با خود که چی شد و بعد از این چی باید بشه بعد از اینکه شما منا و مشعر و اینها رو گذشتاندیم و تهی کردیم نوبت به چی میرسه؟ نوبت به قربانی فراموش نکنین قبل از اینکه شما حیوانی را قربانی کنین باید نفس خود قربانی کرده باشین دیگر به گرد نام و جا و مقام و قدرت نباید فکر کنید قربانی کردن مسبوق بر قربانی کردن نفس است باید نفس قربانی بشه شما اگر نفس خود قربانی نکرده باشین حیوان مظلومی را سر بریدیم و خونش به زمین ریخته اما او باید اثر گذاشته باشه بر شما باید شما را متأثر ساخته باشه شما باید بفهمیم چرا